دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفته بامداد امروز دو نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در ایران اعدام شدند. این دادسرا گفته جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی عضو شبکه ای از عوامل سازمان مجاهدین خلق بودند. آنها همچنین به شرکت و تهیه فیلم از درگیری ها متهم شده بودند. آفتاب طلوع نکرده بود که امروز 6 نفر دیگر در ایران اعدام شدند. دو نفر اینجا در اوین تهران. جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی که دادسرای عمومی و انقلاب ایران آنها را از اعضای سازمان مجاهدین خلق معرفی کرده. جرم این دو نفر: توزیع تصاویر و پلاکارت‌های مربوط به سازمان مجاهدین خلق ایران، تهیه تصویر و فیلم از درگیری‌ها و دادن شعار به نفع سازمان مجاهدین. همینطور محمد علی حاج آقایی علاوه بر اینها متهم است که به اردوگاه اشرف سفر کرده و ضمن گذراندن دوره آموزشی در آنجا مبلغ 3000 دلار نیز دریافت کرده است. محمد علی حاج آقایی که امروز صبح 4 بهمن در آستانه 40 حسینی به شهادت رسید. سازمان مجاهدین خلق تایید کرده که این دو نفر از اعضای این سازمان بودند. جعفر کاظمی که در 28 شهریور 1388 بازداشت شده، پیشتر نیز 10 سال به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در زندان بوده. محمد علی حاج آقایی که در بیانیه سازمان مجاهدین خلق از او به عنوان کارگری زحمتکش نام برده شده، اهل فریدن از توابع اصفهان بوده. او که بین سالهای 1362 تا 1367 به جرم کمک مالی به سازمان مجاهدین خلق در زندان به سر برده، بار دیگر در جریان اعتراضهای پس از انتخابات 1388 دستگیر شده. در بیانیه سازمان مجاهدین خلق که بر روی اینترنت منتشر شده آمده، این دو نفر پیش از اعدام و برای گرفتن اعتراف به شدت شکنجه شده بودند.